بزرگان بخونه و بعد برنامه رو شروع کنه برنامه امروز بیشتر توجه به محور اصلی جامعه داره واحد کوچک اجتماع یعنی خانواده واقعا مسئله مبتلابه این روزهای اکثر خانواده ها مشکلاتی است که فرزندان برای خانواده ها به وجود می آورند و درمان این مشکل بسیار تا بسیار سخته بسیار تا بسیار سخته چرا که اگر ما راه آن را بلد نباشیم در آینده به هیچ عنوان حریف آن نخواهیم بود نسل جدید نسل خانواده نیست نسل گوشی های اسمارت نسل سلفونه یعنی شما بچه رو از اون آغازی که متولد میشن به محض اینکه درکی از محیط اطرافشون دارن با پدیده اینترنت آشنا میکنید و کودکی که نوزاد هستش حتی به دلیل کنجکاوی خاصی که در خلقتش هست میخواد تمام مسائل رو دریابه و به حرکات و رفتار شما نگاه میکنه از محیط بسیاری از مسائل رو کسب میکنه و این اکتساب پدیده های اطراف بر ذهن او اثرگذار میشه و به شخصیت او شکل میده در هر انسانی اگر به برنامه های گذشته بنده توجه فرموده باشید دو پارامتر هست که تشکیل دهنده رفتار انسان ها میشه یکی اون ذات که اگر ذات رو بخوایم معنا کنیم در واقع آن ارسیه ای هست که از پدران و آبا و اجداد ما فوتون مغزیشون مانند ژن به ما منتقل شده و یکی دیگه پدیده دیگه آنچه که ما از محیط کشف کردیم حال اگر یکی از این دو پدیده بر دیگری فائق بیاد شخصیت تفاوت میکنه شما بسیاری رو میبینید که علا رقم این اینکه در دنیای معاصر زندگی میکنند و همه سرگرم مسائل این مانند نگاه کردن به تلفنهاشون و به پیامهایی که براشون میرسه و پیامهایی که جواب میدن هستند آنها عمر خودشونو صرف مطالعه میکنند صرف دانش میکنند و سعی میکنند مسائلی رو که واقعا علاقه مند هستن در یک محیط آرام و بی دقدقه کسب کنن چرا میگم محیط آرام و بی دقدقه؟ مگه سلفون محیط آرامی نیست و دغدغه آوره بله سلفون محیط آرامی نیست شما دارید چیزی رو نگاه میکنید ناگهان یه پیام از دوست عزیزتون میرسه که اون طرف خط میبینه شما به قول معروف روی خط هستید و اگر جوابش ندید ممکنه دلخور بشه رشته افکار شما رو پاره میکنه و شروع میکنید با او پیام دادن و پیام گرفتن و همین موجب میشه شما نتونید یک آنچه که دوست دارید کسب کنید دو آنچه که شما در تلفن میایید مطالعه بکنید درست تمام کتاب ها رو میتونید اونجا چیکار کنید پیدا کنید ولی به محض اینکه شما یه کاری کوچکی هم برای تو پیش میاد اینترنت که رها میکنید برکه میگردید یه میبینید صفحه کامپیوتر خاموش شده حالا دوباره بیا و روشنش کنه ولی کتاب و یک کاغذ میذارید لاش کارتون رو انجام میدید بلا فاصله کتاب باز میکنید و شروع میکنید خوندن و این مزیت رو باز کتاب داره بعد بعضی ها ادعا دارن که ما همین توی اینترنت همه چیز رو میفهمیم من بارها این رو برای شما نازنینان تکرار کردم در اینترنت مسائلی رو که بر علیه گردانندگان حکومت جهانی پنهان هستش نمیذارن بیاد اگر شما گاهی یک پست انتقادی میبینید مطمئن باشید این همون سوپاپ اطمینانی هستش که میذارن برای اینکه دیگ منفجر نشه جامعه به حد انفجار نرسه همانگونه گونه که امروز در ایران شما میبینید هر کسی بلند شده منتقد حکومت شده اینا رو برای دلخوشی شما میگن برای اینکه اون دردی که شما دارید یه وقت شما رو به حد انفجار نرسونه میخوان اون زخم شما رو ارتیام بدن آقای مهران مدیری اکی تا اون قدرت پیدا کرده که وایس به رئیس جمهور ایران بد و بیرا بگه بگه کی تموم میشی تموم بکن این مزخرفات آیا واقعا هیچ کس به اینها چیز نمیکنه به اینها نمیخواد رسیدگی کنه و آیا رسیدگی نمیکنن اینها همش برای ارتیام بخشیدن به درد شما است برای اینکه شما منفجر نشید برای اینکه شما با هم متحد نشید و بلای سر اینها نیارید روی گوشی های تلفنتون شما اون دانشی رو که باید کسب بکنید نمیتونید کسب بکنید کسی که عاشق دانش هستش و علم وقتش رو در کتابخانه ها صرف میکنه میره جستجو میکنه کتاب های مفید و مطالعه میکنه وگرنه اگر میخواد زندگی رو به این حالت ادامه بدید خب همینه که هست و میبینید ماها اکثرا بردگان و اسیران تکنولوژی جدید هستیم همان گونه که شما 15 سال پیشتون رو در ایران با امروزتون مقایسه کنید که موبایل نبود در اون موقع آسایش داشتید یا در حال حاضر در اون موقع فرصت کافی برای هر کاری داشتی یا اکنون شما بیایید بررسی کنید روی گوشی های تلفنتون یه روز فقط به خاطر خودتون آنچه را که میبینید یک کاغذ و قلم بغل دستتون باشه یادداشت کنید بعد آخر شب منصفانه قضاوت کنید هشتاد درصد چیزهایی که روی سلفون دیدید محمل و به درد نخوره ولی برای حکومتگران جهانی پنهان بسیار تا بسیار مفیده چرا؟ وقتی شما رو گرفتن نذاشتن شما اندیشه کنید نذاشتن شما متوجه بشید که چه بلایی دارن سرتون میارن نذاشتن شما بفهمید بیماری هایی که در جامعه شیوع پیدا میکنه توسط خود ایناست مرگ و هایی که به سراغ جامعه میاد میکروب هایی هستش که در لابراتوارهای های بزرگ تهیه میکنن و به داخل جامعه میکشونن اینها هستش که وقتی آگاهی نداشتی خب این بلاها رو باید تحمل کنید یکی فرزندش رو دست میده یکی برادرش یکی پدرش رو جنگ و کشتار یکی دیگه از این پدیده هاست آقا الان دارن با یک مملکت بازی میکنن با هشتاد میلیون انسان با جونشون دارن بازی میکنن و همهشون رو به بازی گرفتن مثل عروسک میرخسونن چرا به وسیله همین داستان ها به وسیله همین موبایلها ها به وسیله همین رسانه های خود ای که همش دروغ میگن همش شالاتان بازی در میارن دلشون به حال شما نمیسوزه نوریزاد برای شما نشون میدن مرتیکه آشقالی که در اون حکومت زاده اون حکومته یا مهران مدیری زاده اون حکومته چگونه شما ایمان پیدا میکنید که این افراد میتونن واقعا همدل شما باشن اینها خود فروخته هستن بهشون پول میدن مثل یه بازیگر به صحنه میان و اون چی که بهشون دیکته کردم میگن نازنینان هم میهنان دریابید خانواده را دریابید کودک متولد میشه اعمار و رفتار شما روی او اثر میذاره پس بنابراین سعی کنید در حضور کودکانتون به کودک بپردازید نه به موبایلتون و پیام هایی که براتون میاد سعی کنید اوقاتی رو برای فرزندانتون بذارید که با اونها صحبت کنید شما اگر کتاب سعدی رو مطالعه بکنید کتاب های سعدی واقعا سرشار از نصایحی هست که برای انسانسازی من فکر می کنم یک منبع جامع و کاملی هست که اگر هر کسی یک بار این کتاب ها رو بخونه واقعا میتونه فرزندان نیکی به جامعه تحویل بده ولی اگر در اثر حوادثی که در زندگی شما رخ میده یک وقت فرزند شما از شما جدا شد و یک مفارقت ایجاد شد ممکنه محیط جدید زندگی فرزندتون بر اون اثر بذاره و همان گونه که گفتم بایستی شما سعی کنید اوقاتی رو با فرزندانتون سپری بکنید بدون حضور گوشی های تلفن و از مسائلی که خود شما آموخته اید با مطالعه کتاب های سعدی فرزند یا تجاربی که دارید در زندگیتون فرزندتون رو نصیحت کنید سعدی برمیگرده میگه آدمی فربه شود از راه گوش یعنی شما وقتی با فرزندانتون صحبت میکنید به اونها رشد فکری میدید به اونها میآموزید چگونه زندگی بکنن من آنچه که دارم و امروز موجب آرامش من در زندگی هست علا رقم تمام مسائلی که به من حجوم میاره و اگر کسی غیر من باشه شاید هشتاد درصد انسانها خورد بشن در زیر باره فشارهایی که چه عاطفی چه اخلاقی همه نوش من مقاومت میکنم چرا؟ چون آموزهایی که پدر بزرگوارم در حق من انجام داده و به من آموخته اونها نگهدارنده من از این مشکلات هستن. در مقابل این مشکلات هستن. و کرنه همه انسانها زندگی میکنن. من حداقل این آرامش رو برای خودم دارم که بیتونم خلاق باشم من خلاق سروده های بسیاری هستم که شاید بعد از مردنم اونها هم بین بره ولی به هر حال متجاوز از دیویس و سی چل جلد کتاب هر کدوم حاوی 150 سروده تا امروز من به جا گذاشتم و هنوزم دستفردار نیستم و حتی از خواب نیمه شب خودم میگذرم و می نویسم می نویسم بیشتر سروده جنبه اخلاقی دارن سعی کردم همون کاری رو که سعدی علیه الرحمه انجام داده من در زبان شعر نو در دوره خودم به رشته تحریر در آورم و جنبه نصیحت داره برای کسی که علاقمند به شعر هستش و راه کار زندگی رو نشون میده که چه باید کرد چه نباید کرد و شما میدونید تبلیغات اثر بسیار زیادی در انتخاب انسان ها داره شما بارها گفتم وقتی میرید در یک مغازه و اتش دارید نوشابه ای می‌گید میگید که کوکاکولا چرا واسه که اونقدر این نام تکرار شده که هیچ وقت نام فانتا یا فرض بفرمایید سوین تکرار نشده که شما بگید من سوین می‌خوام. میخوام لطف فرمودید وقتی این مسائل نوشته میشه و کسی که علاقمند به شعر هست میخونه خواه این تبلیغی هستش در ذهن اون که از اون مسائلی که در زندگی براش پیش میاد دوری کنه و هدف من نه این بوده که بخوام خودم رو نشون بدم که من شعر گفتم من چقدر دیگه عمر میکنم که دلمو به این که شعر گفتم خوش کنم من دلم به این خوشی که تونستم خدمتی بکنم و این خدمت من نتیجه همون محبتیه که پدرم در حق من کرده با اینکه من فرصت زیادی نداشتم در 16 سالگی پدرمو از دست دادم ولی همون بین 12 تا 16 سالگی اونم هفته یک بار جمعه ها که پدرم فرصت پیدا می کرد یکی دو ساعت با ما صحبت می و من و برادرام و می نشوند و برای اون حرف می زد همون شخصیت منو ساخت شما هم میتونید شخصیت فرزندان خودتون رو بسازید به فرزندانتون بیاموزید عاشق باشن عشق در وجودشون بجوشه و منبع محبت باشن چون هیچ چیزی لذتش بیش از محبت کردن به دیگران نیست وقتی شما محبت میکنید یک آرامش درونی خاص برای شما ایجاد میشه که با هیچ چیز قابل قیاس نیست نازنینان بدونید شما در مقابل فرزندانتون مسئول هستید اگر در کودکی توانستی فرزندان خودتون رو بسازید در آینده و جوانی و نوجوانی با مشکلی مواجه نخواهید شد چون راه مستقیم رو که به فرزندتون نشون دادید اون در اون راه خواهد رفت ولی اگر در کودکی اشتباه کردید و نکردید آنچرا که خدمتتون عرض میکنم فرزند شما در آینده دیگه شده یک درختی که تناور شده و شما نمیتونید به راحتی خمش کنید ولی وقتی هنوز نوپا هست شما یک ساقه نوپا رو میتونید ببرید از پنجره بیرون و بعد این خودش روش میکنه از پنجره میره بیرون ولی اگر در داخل گلخانه باشه توی گلخانه میره تا سقف میرسه یا باید شیشه بشکنه این بره بیرون یا باید سر این نهار رو شما ببرید که در هر دو صورت عمل زیبایی نخواهد بود شما سعی کنید فرزندانتون رو واقعا آنچه که لازمه بهشون بگید و بهشون بیاموزید و بفهمانید آنچه روی گوشی تلفن میاد یک برای گرفتن وقت اونها هست دو برای این هست که به فکر اونها شکل بدن شکل بدن یعنی در یک راه خودخواسته برای اونها یعنی اون چیزی که خودشون خواستن به فرزند شما تحمیل کنن فرزند شما باید بدون آگاهی داشته باشه بدون آگاهی خب پذیرا میشه و پذیرا شدن مطالبی که داخل فیسبوک هستش یا داخل اینترنت هر جایی میبینه اثرگذار هست بر شخصیت اون بارها در گذشته شاید چندین برنامه من در همین رسانه درباره بیماری هیستری و اعمال هیستریک برای شما داشتم و در این رابطه صحبت کردم ممکنه برخی از شما اون برنامه ها رو توجه بهش نکردید به طور خلاصه امروز اشاره می کنم که حرفم تقریبا کامل باشه نمیتونه کامل کامل باشه چرا که باید ساعت ها در رابطه با خانواده صحبت کرد ولی همینقدر که اشاره مختصری هم به برخی از مسائل بکنیم اه میتونه اه شاید اثرگزار باشه برای تصمیم گیری شما و توجه شما به محیط زندگی فرزندتون که در اون محیط فرزندتون داره رشد میکنه کودک شما داره رشد میکنه شما بسیار تا بسیار باید دقیق باشید و بدونید که اگر اشتباه بکنید با مشکل مواجه خواهید شد برای اینکه شما را هم زیاد خسته نکرده باشم سرودی میشنویم باز میگردیم برنامه رو در خدمت شما هستم اسم میگم سردار سپاه ما ایسا. او خدای جنگ خدای به مشکلت میخوام نگاه کنی چش تو چشم تو چشم شیطان این بزرگترین کاریه که تو قراره بکنی و با پیروزی و اقتدار بگی جنگ ازانه خدا بند ما هست نگاه کن بهش نگاه کن چش تو چش جنگ ازانه خدا بند ما هست یک بار دیگه مجدد خدمت شما نازنینان گفتگوی خودمون رو پی میگیریم و در ارتباط با خانواده همچنان برای شما سخن میگم و امیدوارم که مفید فایده برای شما نازنینان باشه گفتم در ارتباط با محیط خانواده باید بسیار تا بسیار دقت داشت سعی کنید عوامل ناخوشایند که به صورت هیستری در روی روح و روان فرزندانتون اثرگذار هستش از محیط دور بشه و این حوادث هیچ موقع رخ نده شما بسیار تا بسیار حتی در رابطه با تاریخ توجه فرمودید که گفته میشه جلوی فرزند فلانکس، پادشاه یا امیر دستور داد سر از بدن پدر او جدا کنند و این فرزند همان گونه این کینه و بخ را نسبت به پادشاه یا امیر در ذهن خودش پرورش داد یعنی اینها مسائل هیستری هستند که بر روی روح و روان فرزند یا کودک اثرگزار هستند و یک موقع در بین افراد جامعه شخصی مثل چنگیزخان مغول یا تیمور پیدا میشه که اینها خونخوار هستند چرا اینها مسائل هیستری در دوران کودکیشون رخ داده و نهایتا به راحتی دست به جنایت میزنن هیچ کودکی جانی به دنیا نمیاد البته به یه روایت ممکنه این تئوری غلط باشه که بگیم هیچ کودکی جانی به دنیا نمیاد چرا که اگر فوتون های موروسی او که از پدرش فوتونهای مغزیش که از پدرش به او به ارث رسیده قوی باشه و پدرش جنایتکار بوده باشه ممکنه این فرزند رو هم جانی بکنه پس بنابراین علاوه بر این که آنچه که او از محیط کسب میکنه اه اون اه یادها یا اون فوتونهای مغزی یک شخص که از پدرش بهش رسیده ممکنه اثرگزار باشه به هر روی بایستی این چنین حوادثی رو شما عزیزان سعی کنید از محیط زندگی فرزندتون دور کنید نمونه مهمان اختلافات خانوادگیه اختلافات زناشویی خصوصا اگر که در اختلافات زن شوهر به پرخاشگری و تهاجم فیزیکی نسبت به یکدیگر بپردازند که اثرات بسیار تا بسیار نامطلوبی بر روی کودک خواهد گذاشت و در آینده مشکلات بزرگی برای کودک ایجاد خواهد کرد ببینید اشخاص کاملا بالغ گهگاهی اعمالی انجام میدن که از دیدگاه جامعه اطرافیان کسانی که شناختی در تمام طول عمر نسبت به اون فرد داشتن غیر مترقب است و دور از ذهن اینها فکر میکنن میگن چگونه است که این شخص یه چنین کاری را انجام داد این شخص وقتی این کار را انجام میده باید رفت در گذشته گذشته پدران این فرد مطالعه کرد این همون پرونده یا فایلی هستش که در فوتونی مخصوص از مغز اونجا بایگانی شده بوده این فوتون مغزی پدرش به این منتقل شده و حالا شرایط مساعدی بوده که این فایل باز بشه و این فرد یه چنین عملی انجام بده حتی خود شما بارها و بارها اتفاق افتاده یک رویا یا یک خوابی داشتید که در اون خواب کارهایی انجام دادید که خودتون وقتی بیدار شدید متعجب شدید که چگونه است که من این کارو تونستم تو خواب انجام بدم من که اصلا از این مسائل نفرت دارم پس چطور من همچین کاری انجام دادم مثلا فرض بفرمایید در خواب میبینید که با سنگ به سگی میزنید من هیچ وقت حیوان آزار نبودم من هیچ وقت دوست نداشتم حیوانات رو اذیت بکنم آزار بدم و چرا من تو خوابی که دیدم با سنگ به سگ زدم و اون سگ رو ناراحت کردم این شما رو میخوره این فکر شما رو اذیت میکنه ولی اگر بخواید حقیقتا پی ببرید چرا یه همچین خوابی یا همچین رویایی داشتید بعد اه... یه چند لحظه ای فکر کنید و گفته ای من به یادتون بیاد که ممکنه پدر یا پدر بزرگ شما یه همچین عملی رو انجام داده یا دیده و این تصویر در ذهن پدر شما بوده حتی پدر شما انجام نداده پدر شما ناظر بوده یه کسی یه همچی کاری کرده این تو ذهن پدر شما بوده بعد این ذهنیت پدر شما منتقل شده در خواب به شما و شما در شخصیت همون کسی که سگی رو میزده متجلی شدید و اون کار را انجام دادید پس دقت بکنید همه مسائل نمیدونم جنایت نیست و کشتار نیست مثلا فرض بفرمایید شما در تاریخ میخونید که دولت بریتانیا آمد میرزارزای کرمانی رو برای قتل ناصر دیشاه مورد توجه قرار داد چرا برای اینکه وقتی میرزا رضای کرمانی طفل کو، کوچکی بودش در دربار پادشاهان قاجار شاه دستور میده که پدرش رو سرش رو ببرن و سرش و اندامش رو در چاه ویل که این چاه ویل که چاه بیست انتهایی بوده به قول قدیمی ها و در درون کاخ قرار داشته بندازن و چون میرزا رضای کرمانی شاهد و ناظر این صحنه بوده از همون تا فولیت کینه پادشاهان قاجار رو به دل میگیره دولت بریتانیا که تمام مسائل تاریخی ما توسط جاسوسانش ثبت و ضبت میشه مطالعه میکنه میاد مثلا آقای نوریزاد رو بررسی میکنه میبینه سن از قبلش ماسون بوده و خادم دولت بریتانیا بوده به ایشون میگه آقا برو جلو من هوا تو دارم فوشم به رهبرم حتی بده به رهبرم بگو تو حق نداری رهبری بکنی نامه چارده تن و علم میکنن و میان همه مینویسند و اینا رو همه رو به خاطر این هست که از گذشته این افراد کاملا آگاهی دارن و میدونن اینها فرزندان یا نوادگان چه کسانی بودند که امروز هستند و میتونن از اینها استفاده بکنن برای خیانت به مملکت و برای خدمت به دولت بریتانیا بنابراین میرزا رزای کرمانی هم از همون کسایی بوده که مطالعه کرده بودن و شناخت داشتن بهش میان سید جمال دین اسد رو علم میکنن و اینو با شستشوی مغزی معتقد میکنن به سی جمال الدینی که 19 پاسپورت داشته 21 اسم مختلف داشته و امروز به عنوان یک خادم دولت بریتانیا نام خیابان یوسف آباد و به نام خیابان سی جمال الدین آبادی گذاشتن برای خدماتی که انجام داده به هر روی و به همین راحتی میرزا رضای کرمانی میتونه ناصر دیشا رو بکشه وگرنه چه بسا که اگر این اتفاق نیفتاده بود و او این حادثه رو ندیده بود و اثر منفی روی, روی روان میرزا رضای کرمانی نذاشته بود هیچگاه نمی و شاه رو بکشه و چون دستگاه تبلیغاتی زمان گذشتم خودش کارگر بود موثر بود بارها میگفتن شاه سایه خدا و روی زمینه عنایت فرمودید این هستش که خب مردمی که معتقد هستند و به خدا اعتقاد دارند به سایه خدا هم حتما احترام میگذارند و کسی جرأت نمیده به خودش که کسی که سایه خداست بکشه ولی وقتی این هیستری انجام بشه و بیماری هیستریک روح و روان یک فرد رو مورد تهاجم قرار بده اعمالی انجام میده که غیر قابل پیشبینیه غیر قابل بینی از این ضعف از این ضعف متاسفانه امروز دارند نهایت بهره رو برای نابودی هسته های اصلی جامعه که خانواده باشه میبرند چگونه مواد مخدر شیمیایی که توهمزاست و ایجاد توهم میکنه و مشکلاتی برای خانواده ها به وجود میاره که اکثر خانواده ها با اون درگیر هستند. خب متاسفانه جامعه ما حالا به اون رشد واقعی خودش نرسیده که حقیقت پذیر باشه اگر یک خانواده ای رو میبینه با چنین مشکلی مواجه هست بلا فاصله نوک نیزر میگیره به سوی قلب پدر و مادر آن خانواده در صورتی که اگر حقیقت رو بخواد مورد بررسی قرار بده باید حکومت هایی که در اجتماع این آزادی و این محیط کثیف رو به وجود میارن که فرزندان شما در اون رشد بکنن و آلوده بشن اونها رو باید مقصر بدونن پدر و مادر هر قطع هم سعی بکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه ولی اگر پدران و مادران امروز که به این مسئله آگاهی دارن حالا میگیم نسل گذشته نمیدونسته که در آینده مواد مخدر شیمیایی میاد که توخمزا و چه مشکلاتی داره ولی شما که امروز میدونید باید از هم اکنون روی ذهن فرزندانتون کار کنید صحنه های اینچنینی و آنچنانی که واقعا رخداد های رقت و واقعا مشمئز کننده استش و ناراحت کننده به فرزندانتون نشون بدید دوستی به من میگفتش که من کودک بودم پدرم بهیار یک چیز بود بهداری بود و منو با خودش می برد در بهداری و اونجا تزریق که می من شاهد بودم ناظر بودم همین موجب شد وقتی که دکترا رو می دیدم که با چه احترامی وارد میشن با چه احترامی خارج میشن و چقدر پول میسازن علاقه من شدم به این که پزشکی بخونم و امروز پزشکم و خوشحالم و خوشبختم چون من هیچ چیز توی زندگیم کم ندارم شما ببینید راهی که پدر انتخاب کرد فرزند خودش و همراه خودش به جایی برد که آموزش ببینه فرزندش تجربه کسب کنه موجب شد که این آقا امروز احساس خوشبختی بکنه شما هم برای اینکه فرزندانتون احساس خوشبختی بکنن واقعا مقید بکنید خودتون رو و ملزم بکنید خودتون رو که مسائل و بی پرده با فرزندانتون در سنینی که مختزی هستش در میون بذارید امروز بچه ها خیلی تیزهوشتر از گذشته هستن شاید شما فکر کنید چگونه است یک بچه هفت ساله امروز وقتی مقایسهش میکنیم با بچه هفت ساله پنجاه سال پیش اینقدر تفاوت کرده مگه در ز... طول هفت سال چه مسئله‌ی خاصی بوده که فرزند این دوره این گونه آگاهی داشته باشه فرزند پنجاه سال پیش هر را از بر تشخیص نمیداده چرا این تحول رخ داده جواب سوال شما همون مسئله روانشناسی است که به شما برای شما توضیح کامل در یکی از برنامه هم دادم و گفتم فوتون که حاوی اطلاعات از تجارب دیده ها شنیده های پدر فرزند هستش به فرزند منتقل میشه علت اینکه فرزند شما همین که گوشی تلفن رو میدید دستش شروع میکنه با انگشتات انگشتاش در ظرف دو ماه مثل برق و باد بازی کردن و شما رو حتی جا میذاره اینا شما چه جوری تفسیر کنید بگید بچه های این دوره باهوشن بچه های این دوره بله باهوشن ولی باهوشن این هوش از کجا آوردن این از شکل گیری مغزی هستش که از پدرانشون به اینها منتقل شده در زم در محیطی هم که زندگی میکردن از محیط هم بسیار کسب کردن در تماس با کودکان دیگر از اونها نیز آموختن و بنابراین شما میبینید که کودکان این دوره با کودکان نصرهای گذشته زمین تا آسمون تفاوت دارن در یک نتیجه گیری کلی برای برنامه امروز من میتونم خدمت شما عرض کنم که به عنوانی که بخواید یک جامعه سالم داشته باشید یک جامعه ای داشته باشید که واقعا بتونه در آینده موجب افتخار جهانی بشه سعی کنید این کوچکترین سلول جامعه رو که خانواده هستش درست و هدفمند پرورش بدید وقتی این کار رو کردید مطمئن باشید آینده خوبی در انتظار همه شما خواهد بود به طور خلاصه میشمارم و رفع زحمت میکنم یک سعی کنید در محیط زندگی کودکانتون حداقل تا سن 5 6 سالگی از استفاده از گوشی های اسمارت خودداری کنید دو مسائل هیستریک و از محیط زندگی کودکانتون دور کنید اگر اختلافی با همسرتون دارید به هیچ عنوان در جلوی فرزندان این کارها رو نکنید سوم اینکه نصیحت بکنید و مسائل دیگری که اگر تکرار این برنامه رو ببینید میتونید دقت بکنید و مورد استفاده قرار بدید بسیار بسیار از شما عزیزان سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید تا وقتی دیگر و سخنی دیگر همه شما نازنینان همه شما فرزندان میهن رو در جا جای جهان پهناور به خداوند متعال می سپارم. روز خوش شادکام باشید خدا نگهدار